مشکل ایجاد میکنه یه نمونهش مسئله شکر هست شکر ما حدود 600 هزار تون بنده تو جره نشستم ما حد اکثر به اصطلاح نیازیست که در سطح کشور وارد بکنیم و تازه اون هم من یادمه که زمان جنگ بحث بود که چه کارهایی بکنیم از طریق گسترش کش سنت ها در خوزستان و جاهای دیگه ما شکر داشته باشیم البته بحث بود که آیم به سرفس یا نیست من وارد اون بحث نمیشم بالاخره سرمایه های عظیمی در خوزستان صورت گرفت و همچنین سرمایه های عظیمی در خراسان و جاهای دیگه انجام شده برای کشت چغنده و کارخونه های قند وقتی ما شکر وارد میکنیم نه 600 هزار تن بلکه نزدیک 3 میلیون تن بیشتر و کمتر طبیعی است که شکر ما در انبارها باقی میمونه و مزارع ما تعطیل میشه کشاورزا بیکار میشن سفرهشون کوچیکتر میشه هزار جور مشکل پیدا میکنیم و اقتصاد ملی ما هم آسیب میبینه ما این رو به صنعت هم میتونیم گسترش بدیم و خواهیم دید که در اونجا هم این مسئله هست بنده در استان عراق که یه استان صنعتی ماست من دیدم همین مشکل رو در رابطه با هم صنایع دولتی داریم مثل آلمینیوم سازی مثل ماشین سازی عراق مثل, مثل به و سایر چیزا یکی از افتخارات دوران جنگ هست که علی رغم کم با 100 هزار دلار که ما از اینجا اونجا بریدیم این به اصطلاح کارخونه که افتخار صنعت کشور ما اونجا به اصطلاح تاسیس شد با همت مدیران قوی که در کشور بود خب ما می‌بینیم که اینها در معرض خطر هستند و کارگراشون رها کردن هم خود کارخونه ها مشکل دارن هم کارگرا مشکل دارن هم حقوق معوقه هست هم بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور هست و این فقط رابطه با کارخونه های دولتی ما نداره نحوه اجرای اصل چهل چهار باز هم منجر به این شده که چون به صورت یک منظومه دیده نشده همه جانبه دیده نشده ما بیکاری وسیع را در استانهای صنعتیمون داریم که اگه تحقیق بشه آمارش به خوبی داده خواهد شد بنده اومدم در مسجد ساوه صحبت بکنم کاملا مشخص بود جمعیتی که در این مسجد بزرگ جمع شدن و اون فشردگی اکثریتشون به قشرای کارگری بودن همشون از حقوقای معوقه یا اخراج از کارناها ناله می کردن و طبیعی بود،, طبیع بود که عصبانی هم باشند. که بنده اونجا اشاره کردم چون بعضی گلایه ها از یک سرمایه گذارها و امثال ها بود من گفتم که خود سرمایه گذارها هم به دلیل روشن نبودن فضای کسب و کار در کشور اونها متضرر میشن و امکان سرمایه گذاری جدید رو ندارن مشکلاتی دارن یعنی هم کارآفرینان دچار مشکل هستند هم کارگران دچار مشکل هستند بنده اینها یک کمی باز میکنم اینا مسائل اساسی ملت ماست فکر نکنیم که اینا مسائل کوچیکی است من میخوام بگم که دود این مسئله فقط به چشم یک کارگر نمیره که اگر هم همین بود مسئله باز هم مهم بود ولی در سطح ملی ما مسئله پیدا میکنیم ما همیشه مینالیم از ها از مسائل فرهنگی بدی که در جامعه ما هست از اعتیاد داریم مینالیم شما رابطه معنیدار اعتیاد و این مشکلات رو با همین بیکاری بریم از دید های مستقل بسنجیم و ببینیم ببینیم که دلایل بسیاری از مشکلات اجتماعی ما در کجا نهفته است یکی از اون مهمترینشون همین مسائل اقتصادی است که متاسفانه به اون خوب نیم پردازیم بنده میخوام بگم که اگر دولت نتوانند این مسائل عمده رو حل بکنند طبیعی است که در همه عرصه ها ما مشکل خواهیم داشت نمی شود در این کشور مشکلات فرهنگی را حل کرد مشکلات بیکاری را حل نکرد و بی اعتنا اومد. نمی شود در این کشور بد رو ها را جمع کرد و از جوانان خواست که برن فعالیت بکنن در زمین آفرینندگی و خلاقیت و برایشون یه شغل درست و حسابی برایشون ترسیم نکرده باشیم و دورنمای روشنی رو در این رابطه برای اونها ترسیم نکرده باشیم اینا به همدیگه ارتباط دارن و مهمتر از اون مسئله احساس عدم امنیتی که هست احساس عدم امنیت فقط در این نیست که یک دزدی یک جنایتکاری یک اصلی روی سینه ما بگذاره همین جوانه ما که درس میخونن از دخترها و پسرها ببینیم که دورنمای زندگیشون چیه وقتی که اونها میشنون و بازار کار رو لمس میکنن و میبینن و خبرش به اونها میرسه و دوستای خودشون رو میبینن فارغ و تحصیلان رو میبینن وقتی میرن فرصت های شغلی کم هست تبعیز هست و راندخاری هست صفر پروری هست متاسفانه و ها یا مقرراتی در امور استخدام ما هست برای گذینش های تبعیزامی در مورد افراد و ما شایست سالی رو تبدیل به مسئله همین صفه پربری و امثال اینها کردیم طبیعی است که یک احساس امنیتی به اونها دست میده و برای همین من یکی از شعارهایی که عنوان کردم ترس از رهایی از ترس آزادی از ترس ترس رو به معنای فقط جسمی نگرفتم فیزیکی نگرفتم ما یه آرامش روانی در جامعه باید ایجاد بکنیم و این نمی شود مگر اینکه دولت مهمترین احتمامش حل مسائل اقتصادی باشه اونم روشنه ببینین یه مسئله است که فکر میکنم به دلیل تجربه تاریخیه ما ملتمون با همدیه هستیم من خیلی روشن میتونم راجع این صحبت بکنم هیچ مسئله پیچیده هم با هم در میان نداریم همه ماها یقینا از دوران مشروطیت به بعد یقینا این یک فکر عمومی بین همه ما بوده که اعتقاد داشتیم باید یک اقتصاد ملی نیرومند داشته باشیم این شعار الان ما نیست ولی انقلاب اسلامی متعهد هست که در این زمینه قویتر و درستتر عمل بکنه شما به شعارهایی که ما داریم کتابهایی که داریم نوشتهایی داریم از دوران مشروطیت تا الان رجوع بکنید خواهید دید که مردم به این مسئله به شدت حساسن و متوجه این قضیه هستن که بدون این مسئله اونها استقلال نخواهند داشت مشکل خواهند داشت سیاست و خارجی قوی نخواهند داشت امنیت نخواهند داشت شما به زندگی امیر کبیر نگاه کنید که بنده همیشه او رو از شهدای انقلاب خودم میدونم و همیشه برای او فاتحه میخونم و همیشه یاد او رو میکنم خواهید دید که یکی از مهمترین کاراش دنبالگیری همین مسائله ایجاد اشتغال هست و فرصت دادن به ابداعات داخلی است ایجاد کارآفرینی در سطح کشور هست بنده یه خاطره ای نقل بکنم که هیچ موقع از یادم نمیره نزدیک اصفهان اواخر جنگ ما مشکل به اصطلاح عرض داشتیم میدونی که نفت ما فروش نمی رفت و پایین هم قیمتش اومده بود برای همین یکی از کارهایی که ما می کردیم دنبال این بودیم که آیا از فلزات رنگین از جمله طلا معدنی داریم که استخراج بکنیم یا نه رفتیم گفتن که یه معدنی هست که در نزدیکی اصفهان یکم کار شده رها شده بنده خودم رفتم اونجا رو دیدم یه تونل های کنده بودن اسمش الان دقیقا یادم نمیاد مردم ما اصفهانی خودشون یادشون هست چون بعدن این به نتیجه هم رسید وقتی اونجا رو گشتیم و اون تونلا رو دیدیم اومدیم بیرون که بعد یه کشاورز پیری در اونجا بود که گفت من از پدر بزرگام شنیدم که اولین باری معدن رو امیر کبیر کش کرده و او گفته که اینجا کلنگشو بزنن یعنی او کلنگ زده بود هنوز دوره ما به نتیجه نرسیده بود البته تلاش می‌شد که تلاش می‌شد که به نتیجه برسه و شد هم یعنی در زمان برادر عزیزم جناب آقا هاشمی رفسنجانی معدن به نتیجه رسید و طلای خودش رو به کشور عرضه کرد خب این مسئله بود که میخوام بگم از قدیم مورد دغدغه ما بوده در کتاب در خاطرات امیر کبیر هست که یک کسی مراجعه میکنه برای سوار نظامی که داشتن به اصطلاح ترتیب میدادن میخواست یک فرم بکنه یک شکل بکنه و اولین بار یه نیروهای منظمی داشته باشیم یک خانم رجوع میکنه میگه من این دگماهای که از پرنگ شما وارد میکنه میتونم اینها رو بسازم و درست بکنم امیر کبیر میاد ورود این دویمه ها رو منع میکنه برای اینکه این رشته در کشور ما رشد پیدا کنه و نظیر این کارها از اون دور ما تا انقلاب اسلامی و در تمام دورانهاش ها دوران داشتیم یعنی همه احساس میکردن که یک رابطه وسیق و محکمی بین یک اقتصاد ملی و عظمت کشور وجود داره خب ما الان به بازارها من نگاه کنیم به کسب و کار من نگاه بکنیم به صنعتمون من نگاه بکنیم به شاخص های اصلی اقتصادمون من نگاه کنیم خواهیم دید که ما بی هستیم به این مسئله این یعنی اولویت های ما نیست بنده میخوام بگم که ما بدون حل مسائل نمیتونیم مدیریت جهانی داشته باشیم ما مجبور هستیم که مدیریت داخلی داشته باشیم مشکلات خودمون را حل بکنیم تا بریم به سمت اهداف بلندتر ما از برادران لبنانی و خودمون موقعی می توانیم حمایت بکنیم که خودمون اینجا قوی باشیم موقعی از آرمان های فلسطین میتونیم دفاع بکنیم که خودمون اینجا قوی باشیم موقعی دست میتونیم دراز بکنیم تا آمریکای لاتین فعال باشیم که اول در رابطه با همسایه های عزیز خودمون که جاپاهای های محکمی در اونجا داریم مذهب مشترک داریم منافع مشترک داریم بازارهای مشترک داریم در اونجا فعال شده باشیم اونها رو فعال کرده باشیم یا عمق استراتژیک به کشور به اصطلاح کرده باشیم ما موقعی در خلیج فارس می مقابله بکنیم با اهدافی که هست با تمع هایی که هست که بتوانیم با این عمق استراتژیک که در شمال کشور ما در شرق کشور ما در قفقاز در آسیای مرکزی در افغانستان در پاکستان ما داریم از اینها بهترین بهره رو بگیریم و این عمق رو, عمق رو در خودمون ایجاد کرده باشیم